نبودن و مثلا چیز بودن من معلم های غیر انتفاعی با یه, ماش... با یه ماشین هایی به معلمه داشتیم راهنمای با ماکسیم اومدی رو نره ریاضی فاملی چی بود؟ رضایی صادقی نه چه هر صادقی بود نه بابا رضا صادقی آقا من الان تو اینجا گفتم اون معلم صادقی. صادقی بود لکس جایی جوان بود ماکسیما داشت ماکسیمم موقع بود که ماکسیما بود 100 میلیون بود موقع 100 میلیون مال خودش بود چلو 40 میلیون راه خودش چی زانتیو 20 چقدر دیگه اون هم میلیون اون موقع نه 100 نه بود شاپ 50 بود ساعت خود 45 اینا بود دیگه عاشق ماکسیما بودن خیلی دوست داشتن وقت نخریدن الان میتونی بخرید تو مرگو یه همسان همون داشت سپر یه مدت اینفینیتی نه نه اون ماشین اینجا اینفینیتی اره اسمش اینفینیتی یعنی برند اینفینیتی اون ماکسیما رو اون شکل اینفینیتی نه این یه دونه چیز ماکسیما ولی ماکسیما داریم اون شکلی نیست اره نیسان ماکسیما داشت سپر یه مدن خیلی مشکلش ما همسر همون داشت بعد خیلی اومد پیر بود, بود نبود ایران عاشق این ماشین این ماشین رو باید خرید همینطور خاک میخور چی ماشین ماکسیما ماکسیما میخرید؟ ماکسیما نه خریده بود اون رو کنار دستشون درد نکنه اه... میخوید این در چی میخوام صحبت کنم در مورد گردنم ببین این داره <تص> درده همینطوری بدتر و بدتر میشه بهتر تکون میخوری که نه شب‌ها خیلی بد میخوابم من اون احسن... روز والیبال اینجوری شد شو... آره ولی نه خب احتمالا یه سری فاکتور مختلف وجود داره من به من بالشی که دارم مال واقعا مال مثلا دو دهه قبله او خیلی مهمه بالش ببین الان میدی مشکل چیه الان بالش رو نمیذارن امتحان کنی بخری هم فانال به خاطر کرونا من بهت آپشن بدم آقا ما رفتیم یه بالش خریدیم این پش پشت دلار خیلی هم خوبه سه تا <تصفح> کمپانی هست آنلاین میخری ب... نمی کنن دیگه این کارو پس نمیگیرن کرونا این آره ها اندی اندی و کسبه رو اینا به خاطر کرونا دیگه پس نمیگیرن کاسکو هم پس نمیگیره کاسکو رو حالا نرفتم ولی تمام هندونه نصفه پاس پس گرفت به خدا ما دیدیم ما جعبه گلابی دیدیم <g horses> یکیش بونده بود اومد پستا دیارو بند خودم گفت خب این چی اینا این غیر زرنگ کرد <صحور> دوست نداشت من حالا بعد از تحقیق های خیلی زیاد و فلان و اینا مثلا یه بالش پیدا کردم گرونم هست بالش آقا من کی فکر دیویس دلار بدم بالش 100 سال سیاه نمیخوام بعد برونه. میگه که فاینال اگر بخرید که پس نمیتونید میگم خوش اصلا راحت نبود من که نمیتونم امت... امتحان کنم بعدش میگم که من خودم ملافه خودم بیارم بزنم روش نه نمیشه اصلا بالش امتحانی نده هیچ چی نمیشه امتحان کرد تصمیم تو بگی بعدا میگم خب چه جوری میگه آنلاین نمیدش نوشتن میگه آقا ولی واقعا فیلینگ چیه دیگه من واقعا با بالش 400 دلار چیکار میکنن احتمالا میشورنش میزنش رو تخت های دیگه دیسپلی میشه مثلا آره احتمالا ولی من هنوز این مشکلی گردنه ادامه داره بعد الان نیست یه مدتی خب تمام این جاهای ورزشی و اینا مثلا فیزیوتراپی و اینا بسته بودن دیگه به خاطر کرونا الان یه مردم همه چیز چیزی که الان پوشش برن الان به من وقت میده 28 آگست امروز چند دومه؟ بگیر روز روزه روز دا دیگه چی این 28 آگست همه اتفاقا هم. اونجا بیفته؟ گفتم 28 آگست من تو اون موقع یاد آدم عوض کردن اصلا دیگه یادن آقایی چیز یاده حرف دایی افتادم آقایی به دیان به در بیارید بسترهای مملکت رو از نکنید آقایی شما در بیارید من بهتون دیگه صحبت دیگه نشیم بکنی بریم سر صحبت رو کردید دیگه چیه همه صحبت رو کردید دیگه صحبت انجام شد چند دقیقه شد کانتنت 4 دقیقه چقدر کم چهار یزی بگو به زور از بگم که تو به ما این سری خیلی خوب بود آه من اینو یه بار دیگه بزنم من تو توییتر هم نوشتم که اومدن فرزاد خیلی داره به من کمک میکنه میوه میاد خیلی های مختلفی هم میاد اینجا هنوز پاشونو به غذا باز نکردن ان به غذا هم باز بشه اضافه این چیزی اومد در حال یه طبق دیگه دیگه <applause> پریشبی ببینم تکس میاد بیا پشت در هندونه یه هنده خیلی خوب بود بعد من سر کار بودم یک چهارم اون نصفه رو خ... یه دوم اون نصفه رو خوردم خیلی چهارم ش... هندونی اصلی, <applause> اصلی خیلی شیرین شد آره نمیدونم این صد در اینا طبیعی نیست دیگه یعنی باید فکر نکنید بخورید اصلا شما رنگ میزدن تو شکرام اضافه میکنن نه ولی واقعا احساس میکنم یه چیزای عجیبی به این اضافه میکنن که اینقدر آخه نمیتونه هیچی نمیتونه از دل زمین بیرون بیاد و انقدر شیرین باشه نعمت خدا وقتی چیز بکنی گناه کم باشه اون یارو که رو جونو نه آخه باردار اون یارو که ورده بود هندونر پس بده به کاسکو میدین دلش بود بگو آخ شو خودتون نبودین اگه من میبینم در شما که چیه میگذره که فکر خب میگفت پرتخمه انگلیسی چی میشه؟ تو منی باز تو سیت چی گفته بود؟ تو منی تستیکلز اگه شیما بود میگفت تو منی تستیکلز باز همانا میشه دیگه باز باز شروع کنید دیگه بریم دوشمونو بزن سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون نشسته فرهاد و فرزادم با من سلام سلام اپیزود 236 دوباره برگردیم به همون قبل چیز یه فرمول میدادی هفته دوم سیزن شیشمیم قسمت دوم هفته دوم سیزن شیش سخت, سخت دبلیو دو هیچی از <applause> نمیگفت آخه بابا این چه چیز مسخره شما دارید این همین خودمون هم نمیفهمیدیم ما یعنی خودمون چون دوش بودیم فکر کردیم چقدر دقیق و ریاضی یه بار یکی به من گفت بابا عدد بزنید بابا میگفتم عدد آره. بزنیم بعد امام مسخره عدد تکامل یه چند تا چیزی من خواستم توضیح بدم که میخواستم هفته قبل توضیح بدم یادم رفت واقعا الان نوشتم در واقع تیشرت ها توضیح بدم که چرا اصلا داره طول میکشه ببخشید ما هنوز کسایی که برنده شدن رو بهشون مسیجی ندادیم ولی اسم همه رو داریم همه محفوظه سه تا دلیل داره یکی اینکه ما دیزاین رو عوض کردیم دفعه قبل که تیشرت درست کردیم تدارش کم کمتر بود همین که دیزاینمون چاپی بود خیلی راحت این کار انجام میشه خودمون رو کامپیوتر دیزاین رو سابمیت کردیم و فقط رفتیم تیشرت ها رو گرفتیم این عوض کردیم این قرار لوگو ها دوخته بشه برای همین باید مطمئن می شدیم کوالیتی دوخت خوبه کوالیتی خود تیشرت خوبه و الاغیر دوم که کرونا خیلی ما رو عقب انداخت تمام این کارگاه تولید لباس متاسفانه خب خیلی سرشون یه شروع یا در حال تولید ماسک هستن و اینا به خاطر همین یه ذره سخت شد و یه ذره طولانی تر شد توی نوبت هستیم داره این کار انجام میشه و اینکه چون که تصمیم گرفته بودیم اینا توی ایران تولید بشه رسوندن مطلب به اشخاص از روی حالا واتساپ و از روی تلگرام و از راه دور خیلی سخته چون که مثلا یه, سو... یه سوال میپرسی مثلا طرف باید بره اونو مثلا بدوزتش عکس بفرسته بیاد برای تو توضیح بده که چرا اینطوری شد مثلا هر سوالی که انجام میشد یه سه چهار روز وقت تلف میشد و واقعا سخت بود ولی الان در حال تولیده و همون لحظه ای که به دست ما برسه یا حالا تولید بشه برای همه فرستاده میشه این اولیش دومی میخواستم یه <applause> تشکر کنم تمام کسایی که تو توییتر اومدن دارن با ما صحبت میکنن توییتر شخصی منو فراد فرزاد الان فکر کنم سر شلوغ شده با هم داریم گپو و گفت و اینا داریم صحبت های مختلفیه و جای باحالی دیگه خیلی خوش میگذره دو دلیلم داره برای من برای چی داره خوش میگذره یکی اینکه صحبت ما خیلی کوتاهه یه تعداد کاراکتر خاص میتونی بزنی زیاد نمیتونید مثلا انشا بنویسی اینا آره دو سه ساعت وقتتون نمیگیره سری جواب رو خیلی ملو میدی و کسایی هم که اومدن اونجا نیاز به جواب سری و کوچیک و کوتاه و مثلا این چیزا دارن برای همین خیلی راحت منش کردنش <تصفح> راحت میشه مدیریتش کرد دوم این که از دست اون جمله دست راحت میتونی اونجا نق بزنی اصلا باید. هیچ کس هم کاری باد نداره اصلا بعضی اومدن نق بخونن یعنی اومدن اونجا نقای بقیه رو بخونن و خیلی هم خوش میگذره آره واقعا من در اونجا خودم تخلیه میکنن تمام مشکلاتی که دارم و میگم یه سری آدم میان دو سه تا صحبت میکنن و میره من یه چیزی فهمیدم بفرم توی این هفته این بود که یه سری درگاه های فروش هست حسابای تویتریه با سابقه نه وریفاید که اصلا بذار رو, حرفش رو چی اصلا <تصفح> حرفش <تصفح> نه بذار رو خب مثلا من دیدم تو خب نسبتا با, با کن جمعه هاش که اصلا مثلا دیدم تو نزدیک ده سال بله بله من 2009 فعالیت دارم من مثلا خودم 2010 اومدم بعد ما میلیون تومنی حسابو رو میتونیم بفروشیم بالای ده میلیون تومن ها رو سالش آره مثلا ما رو ما افتاده است دیگر چرا مثلا چه فرقی داره مثل اینکه تو جامعه توی، تویتری ایران مم. چون تویتری چیز نویه تقریبا یکی دو سال اومده اون کسایی که از اول بودن و قدیمی تر بودن مثل اینکه آدم های چی تویتری یکی دو سال میگه 2009 دارم نه نه الان تازه وارد جاده بین ایرانی ها آقا یکی دو سال چیه فراگیر شد من بودم توش قبل بود نه که نبود ولی الان دیگه همه دارن راحتتر میان پا... پاپیولر تر شده به چی آره خلاصه این با حال بود خب این بفرشید آره آقا من میفروشم اگر که واقعا کسی میخواد من نفهمیدم مثلا فرق 2009 با الان چیه میگن قدیمی‌تره می ارزشش منم نمیدونم مثل تو ایران خط مثلا کوده کد دو کد یک آره دقیقاً آره ما در همون حد 930 تا برای اینا آقا اتفاقا 118 2011 آقا سر رودخونه رو بریم سر اصل مطلب حالا خارج از شوخی اینا هفته پیش کارون در مورد کسایی صحبت کرد که مورد حتاکی جنسی میگن تعرض میگن تعرض جنسی قرار گرفتن و چقدر این موضوع میتونه تبعات بدی برای افراد داشته باشه توی طولانی مدت من داشتم به این فکر میکردم که من خودم چقدر آدم میشناسم که ممکنه مورد این تعرض ها قرار میگیرن ولی خودشون آگاه نیستن به این موضوع و خب سرسری از کنارش رد میشن حالا به از تعرض جنسی تعرض روحی روانی داریم شاید تعرض جسمی داشته باشیم ضرب و شط میشه و بعضیا با اینکه صدم میبینن همچنان پا برجا تو این رابطه ها میمونن و از کسی که داره بهشون تعرض میکنه حتی دفاع هم میکنن وقتی بشه سندروم استرکول میشه آره آره و حالا دلایل مختلفی هم داره من به منوار هفته گذشته از خودم مثال میزنم و بعدم از شما میخوام که اگه مثالی دارید بزنید اگرم نکه هیچی نکته ای هم که میخوام بهش اشاره کنم اینه که وقتی ما در مورد رابطه صحبت میکنیم ذهن آدما سری میره به رابطه عاطفی فکر میکنن که خب حتما باید رابطه عاطفی به دو نفر باشه ولی خب توی رابطه خانوادگی اتفاق میفته دوستی های معمولی رابطه کاری و غیره میتونه اتفاق بیفته وقتی که دو نفر دو تا آدم با هم دیگه هر رابطه ای داشته باشن این میتونه در واقع تغییر مقدار قدرت توی این توی این رابطه ها میتونه باعث بشه که آدما دوچاره همچی مشکلی بشن گفتم از خودم مثال میزنم من کلا با تنهایی و تغییر رابطه خوبی ندارم اصلا شاید میشه بگی که من میترسم از تنهایی و تغییر و کلا دوست ندارم شرایط اطرافم عوض بشه و دوست دارم توی اون محیط امن یا کامفرت که بهش میگن بمونم چون که فکر میکنم مدت زمان طولانی طول میکشه من بتونم بهش عادت بکنم و برگردم به زندگی عادی قبلیم وقتی یه عوض میشه برای همین زیاد شده که سعی کردم رابطه با افراد مختلف نگه دارم و نذارم تمام بشه با اینکه میتونسته خب خیلی صدمه بزنه و میتونسته من از لحاظ روحی حالا آسیب به من بزنه میخوام ببینم که شما تا به حال همچین یعنی... تجربه داشتید که یه سری رابطه رو فقط به خاطر هر دلیلی میدونستید رابطه خوبی نیست ولی نگهش دارید حالا میگم حتما نیاز نداره عاطفی باشه میتونه رابطه دوستانه باشه یا رابطه شغلی باشه یا هر چیز دیگه تو بهش فکر کردی چون بچه‌ها فکر کنم اصلا بار اول انگار یه چیز دیگه بود راستش شع... سنی... شخصی نبود حالا دلایلش رو گفت, گفت. میتونی آره میتونی آره, می آره، فکر, فکر نکنم کسی باشه که اصلا بگی نه همچین اتفاقی گفت باید. اومد تو خونه گفت من ندارم دیگه نه اون موقع اونطوری بود ولی خب الان که مثلا بس گفتی میتونه گستره تر باشه آره چرا بوده تو حالا سوال جواب بدید هم میتونیم آره من کارمان. داشتم هم شاید زده من بوده شاید اصلا یه وقتی خود من اصلا باعث اون در واقع رابطه نمناسب بر طرف مقابل بوده باشم مهم. اونو حالا طرف های مقابل میتونن بگن ولی من... همیشه که همینه یعنی اصلا کلا دوستی با تو خیلی آره. آره آم... ولی آره من داشتم دلیل اینم که آدم بیرون نمیاد یه بخشیش به تجربه آدم برمیگرده اه... یعنی خب من الان نگاه میکنم خب اون موقع چونم 6 7 سال پیش من تجربه الانمو نداشتم اون موقع آدم به یه سری مسائلی ممکنه تن بده که اه... الان قطعا تن نمیده اصلا الان حتی حاضر نیست از کنارشم رد شه از دور رد شه به هم می و این تجارب خب لازم واضح من در راجعه رابطه عاطفی حالا صحبت میکنم اون بقیه روابط رو مثالی الان خیلی تو ذهنم نیست باشه میگم ولی برای خود من دلیل اولش چیز بود تجربه بود اون موقع من تجربه رو نداشتم و لزوما هم نمیدونستم این رابطه چیزی که داره به من آسیب میزنه مثلا یا داره من جلوی من رو میگیره حالا کاری که باید انجام بدم درست انجام بدم و اصلا آدما وارد رابطه میشن که حالا یه باری از رو دوششون برداشته بشه یا اینجوری ب... نگاه کنیم که یه یه بعدی به زندگی ما اضافه بشه خب اگه ما وارد رابطه شدیم همون چهار تا بعدی رم که با اه... حالا تلاش و ممارست ایجاد کرده بودیم اون رابطه داره میگیره به نظر من اون رابطه رابطه مناسبی نیست حالا هر نوعی که باشه ما مد... مشخصا داریم راجع رابطه عاطفی صحبت میکنیم اگه این من رو به جلو نمیوره اگر بودی به زندگی من اضافه نمیکنه خب این احتمالا یه جای کار مشکل داره حالا دلیل اینکه توش میمونیم میگم برای خود من اون موقعی بود که تجربه رو یه دلیل خیلی خوبی که این آدم بهش اشاره کرد کامفرت زونه آدم احساس راحتی میکنه از توی حالا رابطه بیرون اومدن کار راحتی نیست خیلی هزینه و زمان زیادی رو نیاز داره و خیلی از وقتا ما ها اصلا میگیم الان تو این شرایط من نمیخوام یه همچین هزینه ای رو بکنم که از این رابطه بیام بیرون هزینه عاطفی حالا مالی حتی میتونه مالی, باشه مالی باشه زمانی براه. باشه انرژی باشه هزینه کلش رو بگیم هزینه و یه چیز دیگه ای هم که هست اون سال رو که تو پرسیدی من بهش فکر کردم اینه که یه وقته ما توی شرایط قرار میگیریم که باور نداریم هیچ وقت از این شرایط ممکنه بیایم بیرون خب طرف ممکنه با که تو رابطه باشه بگی من از این رابطه بیام بیرون دیگه هیچ کس شبیه این پیدا نمیشه اصلا حسی که من به این آدم دارم رو با هیچ انسان دیگه تجربه نمی‌کنم من دار... داره دیگه که چی داره ارائه میده همون هر چیزی که ارائه بده قطعا دا شرط آره خیلی تو این دامه میافتم و فکر کنم خب دیگه همینی که هست دیگه م. من یادم آخرشم. ما دانشگاه رفته بودیم ترمای اول هم بچه ها بی تجربه خطاکار بودن یکی خیلی تلاش داشت اون یکی رو بزنه بعد اون یکی هم داشت مثلا برای من تعریف کرد با جزیتون طرف گفته بود اصلا من یه جوری عاشق تو هم که اصلا <تصفح> تو با من <تصفح> منو بگیر ببر میگفتش که الان تو با من دوست نشی من دیگه هیچ وقت با هیچ کی دوست نمیشم بشین و ببین من اصلا با میخندم با اون دختر میشه تو راحت ما الان دارم به این آسیب میزنم گفتم با این پس فرده با یکی دوست میشه که شد با ده نفر دیگه هم دوست شد عالی اینا هم از رو بی تجربه میاد مثل تو خیلی هست من تو رو آره چیزی من یاد یه تجربه ای افتادم که مثلا دو سال بعد اینکه از ایران اومده بودیم اینجا برای دفعه اول با یک, سری از دوستای ایرانم این رابطمون این شکلی شد که مثلا اونا از دوستی که داشتیم اونا خیلی انتظار زیادی داشته بود داشتن به خاطر اینکه حالا من مثلا از ایران اومده بودم و مثلا خیلی اینطوری هر موقع تماس داشتیم میگفتن که سراغ که نمیگیری مثلا یه چیز شاکی انگار که مثلا تو رفتی آره تو با هم مثلا این دوستی رو چیز کنی و خب این من مثلا چیز میشم سخت بود مثلا من مثلا دوستا من چرا اینطوری دارن چیز میکنن اینا اون یه یه تجربه بود و فکر کنم یکی از دلایلی که مثلا تو رابطه ای که آزارت داره میده این بود سواله میمونه یکی دلایل دلایل کارون که درست بود یکی دیگه این میتونه باشه که زیر مجموعه همون هزینه میشه اینه که فکر میکنه آقا من مثلا با فلانی ان سال دوستم مثلا ده سال یه راه خوبی با هم رفتیم آره مثلا به اون تعداد ساله فکر میکنی و میگی خب نه مثلا من که نمیتونم که مثلا چیز کنم این دوستی رو تمام کنم این همه سال ما <تصح> من فکر کنم اونم یه فاکتوره برای من که لاقل بود شما چی؟ شما نداری چیزی نه چرا منم دارم حالا روابط خودم, خودم بازی یا تجربه نکنم ولی یه مورد که میتونم تو ذهنم بیارم و در ادامه حالا حرفای همگی اینه که خیلی من دوست دارم به اون شخصی که باش رابطه خوبی داشتم و حالا یه مسیری اومدیم با هم و مسیر دوستی و اینا اون به نفیت آفت دوت بهش بدم که نمیدونم حالا فارسی چی میشه دارم هم همیشه یه شانس دیگه به طرف بدم اینطوری نباشه که اگه من یه رفتار بد دیدم یا یه مجموعه رفتارهای مثلا ناخوشایند ازش دیدم سری بگم آقا تو دیگه مثلا دکمهشو بزنی لایقه این دوستی نیست یا اینو همیشه دوست دارم مثلا اون ام... آره ام... ام... امکانه رو بهش بدم که یا خودش رو اصلاح بکنه یا مثلا بگی آقا نه اصلا تو اشتباه میکنی به نتیجه از. با هم برسیم ولی اصولا افراد اینطوری نبودن که مثلا بیان و صحبت کنم یا اصلا دکمه تو سری زدم ببین نه نمیزن این هم سخت زخ... و... و تو زخم میدونی این صحبت خیلی سخت یعنی واقعا من به شخصه میگم این صحبت کردن در مورد یه کانفلیکت در مورد یه درگیری که آره وجود داره آره فیزیکی شاید نباشه ولی خیلی سخته آدمات توی زندگیشون همینطوری دارن سعی میکنن از این درگیری ها فرار بکنن دیگه من خودم انقدر بوده که مثلا رابطه ها رو تو هم حالت زخمی نگه داشتن به خاطر که نمیخواستن وارد اون دعوا بشه به خاطر که آدم ولی ب... انرژی بره. ولی در این حال حالا مثلا خود ما شخصی بوده که یه مثلا یه موقع خاصی بود که یه, بود که یه کانفلیکتی پیش اومده بود با نفر سومی و من و تو نه آها خب تو کانفلیکت پیدا میکنه قدمه رو برداشتیم و به نتیجه خوبی رسیدیم یاد میاد <applause> آخه نمیتونی توضیح بدید اصلا یا کامل بگید یا اره. ولی آ... بزا... آره منطقیه آره. و میگم اون فرار که اون نخواستن ام... این که بخوای تو با یه نفر بشینی واقعا در مورد یه مشکل صحبت کنی چون انرژی زیادی میبره دیگه همین که آدم از عواقبش هم میترسه چون نمیدونی اون پشتش خیلی تاریک و تنگ و تاریک نمیدونی یه آنست. چیزی هم من بگم بگو. تو خوشم <applause> گفتید با تنهایی مشکل داری اینا من خیلی وقت پیش یه چیزی توی کورا خون میخوندم یه تریدی راه افتاده بود که آقا مثلا اگه تنهایی توضیح بدید و اینا بعد خوب جوابای مختلف اومده بود یکیشون بود یه خانم فکر کنم 40 و... یا سی خورده ای چرا خورده ای بودن بعدشون میگفتم مثلا چقدر انسان تنها هم و یه جوری از مزایای تنهایی صحبت میکرد تو قشنگ دلت میخواست دلت میخواست و خودت تو توی اون شرایط تجسم میکردی و میفهمیدی چه شرایط مطلوبیه خب این خانم داشت میگفت مثلا به ان تا کشور دنیا سفر کرده عکسشو گذاشته بود مثلا اینجا اینجا رفتم مثلا تو محیط با این دوست شدم مثلا یه ذره سفر رو با این رفتیم بعد دیگه برگشت با یکی دیگه رفتیم بعد بغلشو تنها رفتیم بعد میگو تو تو خونه باشی هر لحظه هر کاری بخوای میتونی بکنی الان غذا میتونی بخوری به سریالی که دوست داری رو میبینی الان میخوای بخوای بخوابی میخوای برعکس بشینی میخوای مثلا رو سقف باشی وسط شب میخوای نمیدونم ورزش کنی هر کاری دلت میخواد میتونی بکنی داشت میگفتش که شما تنهایی ممکن ترسناک باشه از دور ولی به محض اینکه بهش عادت کنی انقدر خوبه که این رو با هیچ چیز دیگه جایگزین نمیکنی این حالا کسی که میشن و تنها هستن این رو میدونن اگه باهاش اخت گرفته باشید لذتی به شما میگه که آره با هیچ چیز بشید. دیگه این قضیه جایگزین نمیشه من یاد چیز انداخ آهنگای امیر تتلو آدم میشنوه دوست داره بریکاپ کنه اصلا سینگلی یا وایش گفتم تو رو نیست دوست داری با یکی رکاب کنی که خیلی جار اینم آره ببین حالا ببینید من یه تیکی دیگه هم بگم از اما هستن همیشه به اون گفت که باش واسه شرکتون ورزش می‌کردن شکم می‌زدن می‌گفت که کوروش جون زندگی مثل یه سفره کوروش سلام آره می‌گفت تو یه تیکه از مسیر اگه یکی هم سفرت بود خب خوبه باشه ولی اگه اون رفت تو باید مسیر خودت رو ادامه بدی سفر رو نباید کنسل کنی من حالا چیزی که از این مزایای تنهایی من خیلی یاد کردم یعنی من خودم از این تنها به این اعتقاد دارم رفتیم راجعش. آره نه نه اصلا به این اعتقاد دارم که آدما در طول روز یه ساعتی باید تنها باشن یعنی آدم نباید همیشه دور شلوغ باشه و از اون اون تنهایی خیلی مهم آدم مدرن آن. قدیم اینجوری نبود دیگه الان مثلا ماها تو خونه اتاق خودمون نداشته باشیم دیوونه میشیم قدیم 18 نفر تو یه خونه اصلا اتاق نبود همه اینجوری چی میگن خیالی, خیالی. شما آره کنارم میخوابیدن تمام فیلم های سریال ایرانی هنوز دارن خیاری میخواین کنار هم نمیدونم این نمیتونن خیلی توتا این صحنه خیاری خوابیدن تو تمام سریال های ایرانی یه بار نشون داده میشه آقا برگیم سر اپیزودمون من سوال پرسیده بودم که چرا آدما توی روابط سمی و نظر شنونده میمونن و به کسی که داره اذیتشون میکنه وابسته میشن یه جورایی برام جالب بود که تعداد زیادی مثل من با تنهایی مشکل داشتن من فکر نمی ولی خب آدم موقعی که یه مشکلی داره فکر کنه فقط خودشه بعد که بالا با یه سری افراد به اشتراک میفهمی می که نه خیلی هستن که شاید دارن با هم چیزی دست و پنجه نرم می‌کنن و به خاطر اون تنها به خاطر این تنها نبودن است که توی رابطه ما میمونن عادت پایین بودن اعتماد و عزت نفس و خودکمبینی فرموده بودن یکی شد من الان با کسی که برای من مثل خود سمه تو رابطم <applause> این آگاه بود, آگاه بود که ایشون سمه برای من بایش تو رابطم میخواد پادزهرش این قشنگ بود به نظر من یه <تصفح> روز یه خوبی با اون آدم داشتن و الان دارن تلاش میکنن اون روزا رو برگردونن که این جالبه یکی دیگه گفته بود امنیت شغلی طرف مقابل که اگه خب تو در واقع خودت اگر که امنیت شغلی نداشته باشی و نتونی درآمد داشته باشی ممکنه مادی. به وجود بیاد و آخریش استاکوم سیندروم گفته بودن که چندین هم بهش اشاره کردن که من میخوام در این مورد صحبت بکنم گفته بودی شما هم اولش گفته دیگه از... منم هم رد شدم به خاطر اپیزود من هنگه من اونجوری که <تصفح> من دوست دارم در <تصفح> که یکی از دلایل موندن آدم‌ها تو این روابط سمی میتونه همون استاکوم سیندروم باشید اذیت داری میشی؟ نه نه خب پردر بگیش پایی لذت... آخه ازیاد میتونه مهم نیست آره آره همون اگه بگیشی اون یکیه اون یکی آفرین الان کسی که داریم میشنویم فرزاد داره پردارش موندار ادام شد پایین خب بیایم توضیح بدیم که اصلا اسم استاکوم از کجا میاد استاکوم سیندروم استاکوم اسم شهر در سوئد که در... در سال 1973 یه دوزی از یه بانک اتفاق میفته که توی اون چهار نفر که سه تاشون خانم بودن و یکیشون آقا گروگان گرفته میشن این گروگانگیری ش روز هم طول میکشه که در آخر آخر اون 6ش روز کاشف به عمل میان که گروگان ها یه رابطه تقریبا عاطفی با گروگانگیرها به وجود آوردن تا حدی که میخواستن فرار کنن باشون به پلیس میگفتن آقا یکی از درخواست این گروگان این بوده که به ما یه دونه ماشین بدید که ما بتونیم همه با هم بریم اونا دو نفر بودن چهار نفر هم اینا و پلیس بهشون یه انگوشی نشون داده و گفته که باید بیامونید و قبول نکردن این شد که این پدیده اصلا به وجود اومد اینم من با بگم که یه اختلال روانی نیست و یه استراتژی ناخودآگاه برای بقا محسوب میشه این چیزی نیست که بعضی باهاش به دنیا بیان یا به ما توی ژنشون باشه توی اون شرایط, شرایط که ها. قرار میگیری یکی از شرایط برای یکی استراتژی برای بقا چیزی میخوا نه بعد بعد که حالا گروگان گیری تمام شد و اومدن شروع کردن با اینا مصاحبه کردن مثالایی که میزنه خیلی جالب بود اون تنها مردی که گروگان گرفته شده بود میگفتش که من اطمینان داشتم که 100 درصد میمیرم و هر روزی که اون آدم به من اجازه زنده بودن میداد من ارزشی که برای آدم داشتم خیلی بیشتر میشد قدر مم. دانش میشدم و تا یه حدی که من این آقا برای من حکم یه خدای موقت داشت که میتونه تصمیم بگیره که من میتونم زنده بمونم یا از بین برم و به این فکر میکردم که اگر اون از بین بره من هم از بین میرم برای همین بقای اون در بقای من در بقای اون تجربه میشد بعد با یکی ای از این خانوما صحبت میکرد که این خانم کلاستروفوبیک بود کلاستروفوبیک چیه کسایی که از جاهای تنگ و تاریک و اینا نمور و اینا می دستگاه امارای مثلا مثل دستگاه امارای حالا این گروگانگیرها این افراد رو توی گاف صندوق و بزرگی که اون بانک داشته نگهداری میکردن که حالا چند نفر میتونستن توش بمونن و چون این زن کلاستروفوبیک بوده و اذیت می شده با اون گروگانگیر مطرح میکنه و اون اجازه میده که اگه یه تناب بمنده دور گردنش توی محوطه بانک بتونه راه بره و میگفت من انقدر از این خوشحال بودم که این به من اجازه میده این کار بکنم خیلی قدرانش بودم خیلی ازش ممنون بودم که من اجازه میده با این که تناب دور گردنمه توی اون محوطه راه برم که اذیت نشم و این حد بازو, بازو بمونه دیگه <تصفح> <تصفح> داده بود بالا لباسه <تصفح> بعد و این هم در زن نمی گرفت که این شخص اصلا این اون رو گروگان گرفته و اگه این کار رو نکرده بود این مشکل به وجود نمی آمد خلاصه این اتفاق میفته وقتی که اشخاص یک رابطه مثبت حالا میتونه عاطفی یا غیر عاطفی باشه با کسی که داره اونها رو آزار میده به وجود میارن و این هم همونطور که گفتیم میتونه رابطه زناشویی باشه رابطه سمی سر کار باشه رابطه والدین با بچه ها باشه رابطه حکومت با مردم میتونه باشه آره اصلا میتونه فضای مذهبی باشه توی کلیسه ها خیلی مثلا از این مشکلات الان میشنویم که داره اتفاق میفته و وقتی اتفاق میفته که همونطور گفتم یه نفر که قدرت خیلی بیشتری داره توی رابطه به اون کسی قدرت کمتری داره یه سری چیزها رو اعمال میکنه و اون شخص هم نمیتونه کاری بکنه خیلی باحاله یعنی اون گروگانگیری اومده یکی از اولین حقای اون طرف رو گرفته ام. پایمال کرده ام. سرویس کرده ولی در عین حال اونقدر نفوذ داره یا اونقدر اون طرف تو موقعیت نیاز و مثلا استی که دیگه اونو میپرسته میگه همون بذاریم که میگه طرف خدای مورد خدا, خدا ما هم به آدم قوی جذب میشیم قوی تا... تعریف مختلف داره فقط ام. زور نیست قوی برای یکی پول زیاده برای یکی رشته تحصیلیه برای باید. که هر چیزی کرد اون لحظه برای اونا قدرت اون آدم است هر کاری اون بگه دیگه شما انجام میدید بی بی سی یه دونه مقاله خیلی باحالش 2013 در مورد همین گروگانگیریه نوشته بود حتی بعد با طرف که گروگانگیره مصاحبه،, مصاحبه کرده بودن میگفت منم نمیخواستم اینطوری بشه دیگه این رابطه به وجود اومد یعنی منم برنامه‌ام این نبود که برم اینا رو به سمت خودم بشورونم مثلا اینا با من باشن می گفت رابطه توی طول اون شیش روزه دیگه به حال کار دیگه ای نداشتی آره اصلا شروندن به ام. حالا چند تا نشانه از این پدیدم ایناست که کسی که تو داره تو رو اذیت میکنه ازش به نیکی یاد میکنی مثلا طرف رابطه زن یکی از اون دو نفر حالا کتک یا هر چیزی ولی هر جای دیگه مثلا میره از طرف خیلی, به نیکی ده. یاد میکنه وقتی که پلیس و ارگان های مختلف دیگه وارد قضیه میشن باشون اصلا همکاری نمیکنیم مثلا میگن که آیا تو کتک خوردی میگن افتادم آها آها. اه و حاضر نیست که اون طرف رو لو بده و اذیتش بکنه آره این خیلی زیاده تلاشی برای فرار از اون رابطه نمیکنه طرف میبینه داره اذیت میشه میبینه داره حالا هر بلایی که داره سرش میاد ولی هیچ تلاشی نمیکنه و هم مثلا همون لایف سال رو ادامه میده و با همون کنار میاد باور داره که کار این طرف داره کار رو برای خوبی خود اون انجام میده مثلا اگه داره کتک میخوره میگه که من لایقشم و میخواد من از من آدم بهتری بسازه برای همین داره منو رو کتک میزنه می دوستت دارم از این رو که مکافاتت میکنم این چیزم محسن نامجو میگه میگه که اینا همه برا خودت دختر زرزرای علکی بعد احساس میکنیم که کسی که داره ما رو اذیت میکنه خودش دچار مشکله و ما میمونیم تو اون رابطه که به این اینو سعی کنیم نجاتش بدیم که اینم میگن یکی از بدترین احساسایی که میتونی داشته باشی به خاطر که با اون طرف همزاد پنداری میکنی میگه این خودش الان مشکل داره من باید بمونم اینجا و اینا رو تحمل بکنم برای اینکه بتونم اون شخص رو از این حالتی که داره نجات بدم و احساس وفاداری ما به اون اذیت کننده بیشتر از به خودمونه یعنی اون طرف که داره ما رو اذیت میکنه ما بیشتر به اون وفاداریم تا به خودمون که بتونیم سعی کنیم خودمون رو به قول معروف از این شرایطی که وجود داره نجات بدیم حالا من یه ساعت حرف زدم که چطوری میتونیم که این استاکوم سیندروم چیه و حالا ببینیم که چجوری میتونیم به افرادی که دوچار این شدن چجوری میتونیم کمک کنیم حتی به خودمون اگر بهش آگاه هستیم مثلا اون شخصی گفته بود من میدونم الان توی رابطه سمی ام چجوری میتونیم کمک بکنیم اولی چه شد اطلاع رسانی میگه که به صورت غیر مستقیم باید در مورد این استاکوم سیندروم و چیزی که وجود داره توضیح بدیم بهشون و اطلاعات افراد رو ببریم بالا یه ضرب انگلیسی هم هست که میگه <applause> یعنی چیزی که در نمیدونی اطلاع نداری بهش آگاه نیستی دیگه اگر که بدونی همچین چیزی مشکلی وجود داره شاید بتونی توی ناخودآگاه باش کنار بیای بفهمی که توی شرایط بدی هستی و بفهمی که یه مشکل وجود داره که با شرایط تو الان هم خونی داره یه اشاره هم خواستم بکنم به چیز به مانی ها مانی هایست هایست هایست. 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 هایست, آره که اصلا یه شخصیت توش وجود داره که حالا من نمیخوام زیاد اسپویلش بکنم ولی یه شخصیت یه بانکو بزنن و یه نفر از اس همین حالت براش پیش میاد و اصلا اسمشو میزن استاک هوم که حالا کسایی که ندیدن ببینن موافقم تو ندیدی ماری هایستو شما همه ولی یه سوال از بگو. قبل مگه اسمشون نبود نه دیگه این موقعی که رفت تو و این که گروگان بگید که یکی <applause> یه چیز من بگم مثلا بفهمید من یه چیز یادم آمد حالا در دوباره در رابطه با رابطه است که یه وقتایی حالا با آدما که صحبت میکنه توی رابطه سمی هستن چون یه اتفاقی افتاده میگن دیگه همه همینن یعنی از این بهتر نیست مثلاً مثال واضحش طرف مثلا یه خیانتی کرده من خیلی میگم اینو مرد هم نداره این دو طرف است هر طرفی که بهش خیانت شده ممکنه بگی نه دیگه همینن من با هر نفر دیگه‌ای برم هم همین اتفاق, همین اتفاق میفته ما نمیگیم حالا کسی چی کار کنه چی کار نکنه ولی اگه باورتون اینه که این کار غلطه از این قضیه باید بیاید بیرون نشینید به این در واقع توجیه که چون همه هم همینن حالا من برم با یکی دیگه هم اونم همین کار رو میکنه واقعا ممکنه نکنه <ت Gothic> من شنیدم که میگن همینن حالا خوب این دست به نداره مثلا یعنی میارن تو بازار مقایسه میکنن ببینن خب حالا قدم اصلا خوب پول خوبی در میاره آره. آره. واقعا خونه, خونه داره خ... خیلی ناراحت نه واقعا اینا رو من شنیدم یعنی چیزی که ما داریم میگیم ما واقعا خودمون توی فامیل خودمون شنیدیم و بعضی زیاد... ها مال... شما کمتر فامیل خودت رو دیست کنم چرا هفته پیش ما دیدم فامیل شما کامنت بذاشت واقعیت ها رو باید گفت نه فامیل هیچ فامیلی فکر کنم مثلا فامیل گل بل بله ما اینجا نمیگیم ما سیلی با سیلی سوره گرم ما سیلی ما سیلی یه عجیبی تو رسوندن مفهوم با جمله های نیمه کاره داره ما باید بعدیشو بگم <تصفيق> <تصفيق> اولیش اطلاع رسانی بود بعدیش این بود که میگفت اصلا سعی نکنید اون شخص اذیت کننده رو خراب کنید بخوام مثلا اگر که من تو رابطم با فرهاد من فرهاد اذیت میکنم تو اگر که میبینی این رابطه سمیه نه به فرهاد بگو ایمان آدم پایینیه مثلا تو رو اذیت میکنه مسخرت میکنه مثلا میگه وارزون بازی بده باید اون به این نتیجه برسه چون دیده شده که وقتی که داری اون شخص اذیت کننده رو خراب میکنی بعضا میرن به دفاع اون شخصه و اصلا دیگه برفای شما گوش نمیدن و شما اون کردیت یا اون اعتباری که داری هم پیش این شخص از دست میدی این کاری است که ما خیلی انجام میدیم مشاوره نصیحت پند و اندرز ندیم به اینجور آدم ها. فکر نکنیم که ماها اونجا هستیم که اینا رو از این شرایط باید بیاریم بیرون و ماها باید براشون تصمیم بگیریم باید بذاریم بهشون کمک بکنیم که خودشون تصمیم بگیرن و اگر ما تلاش کنیم براشون تصمیم بگیریم امکان برگشتشون به اون شرایط خیلی میره بالا ام. چیزی که حالا کلمه ای که تو انگلیسی استفاده میکرد میگفت empowerment. یعنی بهشون قدرت بدیم و بهشون اجازه بدیم که خودشون تصمیم بگیرن و خودشون به این نتیجه برسن من اینو توی خیلی مسائل دیگه هم دیدم ما سعی میکنیم زود برای یه سری افراد تصمیم بگیریم که زندگیشون خیلی سریع بره جلو ولی خب اون طرف تا خودش به این مسئله آگاه نباشه هیچ وقت زندگیش عوض نمیشه ام... یه چیز دیگه ای که میگفت میگفتش که سعی کنید تا می گفتید که اون نقطه وابستگی رو پیدا بکنید می گفت تو انگلیسی بهش می گفت هوک می گفت ببینید که اون اشخاص دلیل وابستگیشون به اون شخص اذیت کننده چیه حالا میتونه تنهایی باشه میتونه شرایط مالی باشه میتونه محبتی که حالا احساس میکنن تو اون رابطه باشه هر چقدر هم میتونه عجیب باشه این موضوع و اگر اون در اون نقطه رو بتونید پیدا بکنید ممکنه بتونید این شرایط رو براشون یه جوری به وجود بیارید که دیگه به اون وابستگی نداشته باشن و بتونن از این شرایط بیان بیرون بعد یه کاری که من خودم خیلی انجام میدم همیشه وقتی میخوام به یکی کمک کنم میخوام بزرگ و شوق میخوام برم بکنم مشکل از ریشه بیان بیرون و خیلی میخوام سریع و مثلا ضرب و رجال یه مشکل از بین بره ولی خب شرایط فرد رو باید در نظر گرفت و ببینی که چقدر شرایطی که هست توی شرایط حساسه و چه جوری میتونی به همچین اشخاصی کمک بکنی چیزی میخوای بگی نه خاصا یا تدریجیه دیگه مشکل هرچی چی باشه زمان حلش هم بیشتره یه خونه میشه یه شبه نیست مثلا ما توی جمع دوستان موقعی که به مثلا یه مشکلی برمیخوری میگم اون حل کردن اون مشکل خیلی سخته اون اینکه تو بخوای بشینی تدریجی در موردش صحبت بکنی انرژی میبره زمان زیاد میبره مدت زیادی آدم, آدم ناراحت میمونه آدم 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 نار... برای همین سعی میکنیم که سری بریم زر بگیم خب حالا دیگه این مشکلات هم دیگه از ذهنت بیرون کن و دیگه بیا مثلا یه جوری دیگه زندگی کن وقتی می‌خوایم به یه نفر کمک بکنیم به قول کارون باید تدریجی این کار انجام بشه دکمه نداره نداری یارو بزن از دیگه علاقه نداشته, به اون... نداشته باشه به با اون آدم اون دقیقا یه که ترشون میشه تو دراز دل زمان هم آره باید, باید با, با... 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 لحظات حساس مثلا شرط حساس رو باید باش دلیکت با برخورد بکنی بعد خیلی هم انرژی اون افراد بشه با لول خودش آره. بیشتر و میگم حالا خیلی کل مقاله های که من داشتم میخوندم خیلی به این امپاورمنت خیلی داشت تکیه میکرد که این اشخاص توی این شرایطی که هستن همون گفتم قدرت تصمیم گیریشون اومده پایین قدرتشون توی اون رابطه‌ای که وجود داره خیلی از اون شخص پایینتره و خودشون رو کاملا وابسته اون میدونن این طرف همونطوری که مثال زدم یارم میگفتش که بقای من به بقای اون بستگی داشت یعنی اگر که اون یه ذره مثلا اگه مثلا مشکل براش به وجود میومد صد درصد برای من مشکل به وجود می اومد برای همین هیچ کاری نمیکنن که اون اذیت بشه و زیادم دیده شده دیگه توی تمام گرگان هایی که هست اکثرشون متاسفانه معمولا هم مرد و زن هستن یعنی گروگانگیر گیر مرده و اون کسی گروگان گرفته شده زن هستش میگفتش که حتی یه زنه رو هشت سال طرف گروگان گرفته بود و در آقا آقا دو زیده بود. نه دو زیده بودش و برد بود هشت سال آدم سال روبای توی روبایی بوده توی زیرزمین زمین خونش نگه داشته بود بچه دار شده بود با طرف و فلان و اینا آه. بعد از هشت سال اومده بودن گرفته بودنش نجاتش داده بودن اون طرف گروگان گیره میمیره میگفتش که میرفت برای شم روشن میکرد برایش دعا میکرد گریه میکرد و میخواست که مثلا بره تو مراسم ازاداری شرکت بکنه می گفتش که این جور کیس ها خیلی زیادن و تنها راهی که میتونن با حتی یورو از بین رفته بوده ولی هنوز بهش احساس نیاز میکرد و میگفت اینا با سالها حالا ترپی مختلف با, سا با سالها مشاوره, های مختلفه که میتونن از این قضیه کنار بیان اینطوری ای نیست که حالا که نجات پیدا کردی چی داری, چی داری میخندی ترپی. ترپی بتونن از اون بیان بیرون یه زه دیگه هم که هست که من حالا خودم شخصا متاسفانه به تجربه خوبی باشه نشتم و شاید بهش اعتقاد ندارم همون امر مشاوره یا ترپیه که خیلی میتونه کمک بکنه چی شو؟ از خونه فرهاد فرزادی یه فویل رو غذا بود معلوم رو باله دارن کباب معلوم رو همبرگر بود اینجوری نشونه میدن که بیا باله برسنش. من خودم حالا متاسفانه اعتقاد ندارم ولی خب دیدم کسایی که با همون شرکت کردن تو جلسات مشاوره خیلی راحت میتونن با این موضوع کنار بیان یه ترفندهایی وجود داره که منی که اینجا حالا شاید 5 ساعت در مورد این موضوع خوندم بلد نیستم و نمیتونم بگم ولی اگر که شما کسی رو میشناسید که ممکنه دچار همچین چیزی شده باشه احتمالا میتونم به صورت حرفه‌ای کمک بگیرن مشاوره بگیرن و بتونن از این رابطه سمیشون سم بیام بیرون به من یه چیزی بگم این یه مشکلی هممون بهش برمیخوریم توی این جور شرایط شرایطی که حالا یه تصمیم احساسی باید بگیری حالا بر اساس نیازه یا هر چیزی که هست اینه که فکر میکنیم که فقط ما ایم که این حالت رو داریم اون قضیه تنهایی که گفتی و اولا هیچ کسی دیگه تو شرایط مشابه ما نیست یعنی دیگه بدترین شرایط ممکن است فقط من دارم این رو تجربهش میکنم هیچ کسی هم نمیتونه به من کمک کنه اون لحظه حالا من هفته پیش واسه همون موضوع تعرض جنسی که من داشتم با یکی صحبت میکردم به نظر من حالا به یکی اون قربانی یه همچون حادثه یکی از بدترین شرایط روحی و روانی ممکنه رو میتونه تجربه کنه خب وقتی با حالا مشاوره و حالا کارای درمانی اون آدم ها میتونن از اون قضیه اونقدری خوب بگذرن که راحت راجبش صحبت کنن یعنی این آمادگی رو داشته باشن که نه تنها حرف میزن راجبش میتونن برن به بقیه هم کمک کنن یعنی وقتی از یه همچون فاجعه ای میشه گذشت روان انسان روح و روان انسان این قابلیت رو داره که از یه همچون حادثه ای فاجعه ای بگذره و به روند عادی برگرده به نظر من از وقای دیگه هم میشه گذشت این در راسته حرف ایمانه که میگه خودشم باور نداره دیگه از اون بدتر که نه حالا نمیگیم نیست ولی اون یکی از بدترین هست. از اون هم گذشتن آدم ها اون رو هم درمان کردن پس از هر چیز حالا رابطه مریض و سمیه آه. دیگه ای هم میشه بیرون از زمان میبره هزینه میبره ولی شدنی خروجی در دراز مدت قطعا مثبت و مطلوبه چی رو دارید نگاه تو که این زده بود تو تصویر شما داشت آها میخوای یه سری جالب و هفته بگی من آره. کل صحبتم هم همین بود چون که میدیدم کسایی که حالا واقعا آگاه نیستن به شرایط سمی که توی چهار وجود داره و فقط ما میایم از اون ورش نگاه میکنیم که حالا اتفاق که افتاده حالا چجوری میشه باش کنار اومد ولی کسایی هستن که الان داره اتفاق براشون میفته و اگه بتونیم یه درس سطح آگاهیشون رو ببریم بالا در این مورد یه صحبتی بکنیم شاید بشه که به یه نفر کمک کرد من یه لحظه یاد سریال تایگر کینگ افتادم آقای جو آره. آقای کسی نهیده شد یکم بگم و ایشون خب گی بود و وارد رابطه ای شد با یه آقای دیگه و اصلا ازدواج کردن و خب حالا وقتی داریم میبینیم یه اوکی دیگه بعد میری جلو همینطور که اپیزود میری جلو و جو اگزاتیک به درد سر میفته و اینا همه جویز. میان زده حرف میزنن اون آقایی که تو رابطه بوده با شوهرش بود حالا ازدواج کرده بودن باش گفت اصلا من گی نبودم حالا این حالا به, به حساب مثلا نیازی که نیاز خونه و نیاز بهش مواد, مواد میداده بهش چیزای مختلف شوهرگاهی که داشت دقیقا این مثال یکی از چیز مثاله بود و اون شخص ازدواج کرده مثلا الان بچه داره آره با یه خانم ازدواج دارش. کرده و بچه بوده آره من حالا یه سیدی هم که کارون الان گفت وقتی که فکر میکنیم خودمونیم که فقط یه مشکل رو داریم توی کلاس های دانشگاه اینا هم اتفاق میفته که مثلا از پنجاه نفر مثلا چلو نفرشون یه موضوع رو نمیفهمن رو داره توضیح میده ولی به خاطر اینکه خودت مثلا کوچیک نکنی یا مثلا همه فکر نکن خیلی احمقی اصلا کسی سوال نمیپرسه ولی وقتی یه نفر سوال میپرسه که همه این مشکل رو داشتن ولی هیچکس نمیاد و میگه چی میگه که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود همینه سر شعر هم قاطیه میکنیم که آره که فکر ما خیلی حالا ای. اینو دوباره میگیم و تا نگاه میکنه آدم اینه می دوستاشو اینا خیلی این اتفاق میفته اینکه اونارو رو اون جرقه رو بخوای تو ذهنشون بزنی اصلا ما مسئول زدن اون چرقه ای خب آخه نه مثلا من ببینم تو یا ایمان یا حالا هر کسی از رفیقام داره این تو این رابطه صمی است خب با خودم دوست دارم حداقل یه مثلا ناخونکی بزنم دیگه یه جرقه بزنم خب از اون آدم پیش خودش میگه که من اصلا دخالت نکنم زندگی بقیه رو خراب نکنم خب ببین همین دیگه این میگه که این میگه که دخالت نکنید میگه سطح سواد آدما رو ببریم بالاتر بذارید میگفتش خودش بزنید تصمیم بگیره یعنی فرهاد مثلا کاری که باید بکنه نه به من بگه که آره مثلا چه میدونم تو تو این رابطه هستی و این 100 درصد سمیه بعد ازش بیای بیرون بعد بتونی طرفو یه کاری بکنی که اون خودش بتونه این تصمیمو بگیره من همیشه بر این باورم که تا خود آدمی تصمیم رو نگیره هیچ تغییر تو زندگی آدم به وجود نمیاد ولی خب اینم هست دیگه همیشه آدما میگم از اون کانفلیکته میخوان فرار بکنن تو به عنوان یه آدم هیچ وقت دوست نداری که درگیری به وجود بیاری دیگه میگه حالا اینه دارن با هم دیگه یه مشکلاتی هم دارن دارن کنار میان یا به قول تو به قول فراد میگه که آره دسته بزن یارو نداره مشکل دارم اصلا دعواش زندگیه میگن اینا رو متاسفانه یه چیز دیگه هم میگه چی زن شوهر دعوا کنن اخلاق باور کنن بگو ببینم چند تا کامنت اینا بکنم علیرضا رو توییتر گفته بود که سلام آره فکر میکرده که اپیزودی که با اپیزود کارون هفته پیش که با چای و اینا شروع شد اپیزود فانی به خصوص که ایمان اولش او ما هم فکر میکردیم نمیدونستیم تاپیک چی ولی گفت فکر میکنم به یکی از جدیترین ترین قسمت های خود که از تبدیل شد با موضوعی که داشت یه یعنی به تو یوتیوب هم اومده بود گفته بودن یه،, موردی بود که من تو اون داستان چای نگفتم گفت اصلا ممکن یکی چای خورده سیر باشه چای نخواد اون یکی چای بخواد اون بره برای خودش چای تام داره میرسه ایمان بفرمایید چیزی میخوام بگم شاید خیلی از دست من ناراحت بشه ولی من میگم مهم نیست این لنگویج این گفتار تا به حال تو خودکست استفاده استفاده نشده ولی چایی برای خودتون بریزید خیلی مشکلاتتون حل میشه قبل از هر کاری چایی برای خودتون بریزید آره اینجا توی قضیه کرونا همین بحث چای و اینا توی دولت ها هم پیش اومد بی سی بریتیش کلمبیا ایالتی که ما توشیم و ایالت آلبرتا ایالتی که ما توشیم یه روش خیلی نامناسب و پیش توصیه کرده بود گفته بود که چایو با هم بخورید خب ولی یه دیوار وسطتون بذارید و یه سوراخ خوشی که چایو از توی دیوار بتونید بدید اونور بله بله که خیلی هم جوک شده همه جا راجع صحبت کردم ولی آلبرتا راهکار ایمان پیش پیشنهاد داد گفت خودتون برق خودتون چای دم کنید و چای بخورید خود چای آره خیلی از امتر کرونا هم نمیدید این دیوار واقعی بودا. بره بره من بره بود یعنی آره آره من خبرش فرستم تو اون گروهی که تو آره نمیکنی میخواد انگلیسیش بگی چیه چون تو اخبار بوده و گفت شاید دیمانتایز بشی آره نه گفت یه سوراخ تو دیوار ایجاد کنه چای واسه با نی بدید خوش بیریم از این بحث دیگه من یه زی خواستم بگم که فقط در جریان باشید یه خبر خوندم در مورد این برمیگرده به اپیزود قبلی اپیزود هفته پیش ایمان که زرنگی بود حالا لینکش هم پرید ولی چون حالا اسم آورده تو این ما میتونیم چقدر اپیزود باحالی بود یعنی من خودم باش تو طول این هفته خیلی چیز کردم ارتباط برقرار کردم یعنی به هم میگفت مثلا <applause> نمونه های زرنگی که دیدیم و اینا خیلی باید. خیلی اتف... نمونه های زرنگی من در طول روز مثلا نگاه میکنم اتف... امروز داشتم به شکل کردم بعضی هستن که مثلا سعی میکنن مالیات ندن تو ایران و میگم طرف زرنگ مالیات هم نمیده دیگه اصلا همه پول اونو بدیم دست این آخه دوزی دوزی دیگه تو خونه کار میکنم در این خبر در آقای به نام مارک داسن ایشون نویسنده هستن و این کتاب اخیرشون که البته اسم نبرده از کتاب نوشته حالا توی اون رنکینگ بوده که مثلا بشه تاپ تاپ 10 یا حالا تاپ سلر رو نیویورک بست نه. بس نه اسمش هست ساندی تایمز خب اون رنکینگش ایشون خودش میبینه پادکست هم داره میبینه که مثلا رنکینگش حالا من مثلا تایه تاریخی باید اینا یه تعدادی آره. برش رنکش مثلا پنجم بوده دهم ده بوده هرچی بوده خودش یه اوردر میذاره رو هر وبسایتی بوده 400 تا از کتاب خودش اوردر میده و بعد میاد حالا به این نکته هم گفتیم که بعضی زرنگا یه کمی هم آیکیشون چیزه میاد رو پادکستش میگه میگه من 400 تا از کتاب خودم رو خریدم و خب اون ارگانیزیشن هم که میخوان اینو اعلام کنن این چیز این نشون میده چک کردن دیدن که ایشون خودشون زرنگی کردن میخوان این کارو آدم پایین رو ببین آقا تا پنجم رفتی دیگه حالا اولام نشیم. آره اتزاله. 400 نسخه تشنگیه. خب این پولش چیکار یعنی دوباره بعد برگردونده پول این اینوستمنت چوپرنر داشت دیگه گفته من این پول اینجا هزینه میکنم کارو فاینا رو چیز نکنید من پول رو اینجا هزینه بعد که اول شدم اون ساندی تایمز به من یه پولی میده من اون پولا رو بیشترشو درآوردم شما این مثل چیزی که باگ داره مثلا بفرمایید شما بود که خانم زرنگی بود همه نه اون من گفتم من یه کار دیگه آره من اشاره خیلی دقیقی داشتم به اون کار تو تویتر هم گفته بودم خونده بودی تو برید دنبال کنید یه خبر یه اومد از کره یه خانومی که خیلی نگران بوده که پولای کشش کرونا روش هست حالا ویروس هست اینا رو میندازه بشوره پولا... پولا نزدیک آره یه پولشویی کرد پولا نزدیک به پنجاه تا اسکناس بوده که ولیوش میاد یه چیز حدود بیس هزار دلار دلار آمریکایی بوده و اینا رو میندازه میشوره پولا نا و حالا چیز نبوده دیگه بعد میبره بانک و بهش میده بانک خیلی مثلا سوال پیشش این پولا شسته شده و اینا و بعد, بعد <تصف> برای کرونا شستم و بهش میده مثلا تو مسیر به بانکشون کرونا میگیره خوبی <تصفح> پولای کانادا اینه که همه کاریش میشه کرد آره من آز... چندین بار شستم اتفاقا با. پولای کانادا چیزه پلاستیکیه و یه چیز جالب پولای حالا نمیدونم شاید الان عوض شده باشه ولی موقعی که ما استرالیا بودیم استرالیا خب از سالها قبلش همچین پولایی میزد و تنها جایی که همچین تکنولوژی استرالیا بود پولای کانادا از استرالیا با کانتینر می اومد یعنی اونجا تولید میکردن می موقعی که اوایل میخواست کانادا این کار انجام بده ما همش تو این فکر کنیم که یکی از این کانتینرها رو این وسط بزنیم مردی یه خبر دیگه هم <تصفح> میخوندم در مورد پول بود تو آمریکا در روز چندین میلیون دلار پولایی که حالا خرابه چیزه اینا ریسایکل میکنن دوباره برمیگرده پول میشه ولی خیلی پول بود آره زیادی می یه این بگم بفهمید واقعیه حالا لینکش رو تو واسه یه نشستی بوده بین سرانه یه سری مؤسسات مالی تو ایران هفته, هفته پیش <تصفح> یکی یکی که خیلی رتبهش بالا بوده و اینا گفته که خب ما چ... این همه مشکل داریم اینا تو پول تو... تو همین آره تو همین باگ دلار دو چاپ نمیکنیم <تصفح> آقا گفت اصلا دولار خیلی قشن گفته و بعد اون خانومی که اونجا نشسته بود خیلی محترمانه اصلا آقای فلانی اصلا من چه شما بدم خیلی آقای فلانی شما سوقیتون کیه هم خیلی پرکتیکاله اینجور زیبیت ها اونجور شده دیگه شبابه خوبی میدید یاد لایه اوزان که پاره شده بود گفتونم برید پتو بندازید اون قشنگ بالاخره ای ایده عملیه دیگه <applause> تو ایران گفته بودن اجری نشه اصلا کی شاید یه پتو نداره <applause> گل بافت از, از این پتو <applause> بزنید پلنگیانو <آن> <applause> به خوش میاد ایزوگام بکنن بیا والا عملیه دیگه شما دلار چاپ کنی مشکلتون بی نیاز میشید به نظر من آره درست میتونیم این کارو بکنیم تمام بریم خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم و توی تلگرام تویتر فیسبوک اینستاگرام و میتونید تصویری تمام اپیزودا رو از یوتیوب تماشا بکنید ما میریم هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. وایس امروز ساعت اد خدا.